با هم دیگر صحبت بکنن، ابراز نظر بکنن و انسان‌های معقول و انسان‌های مفید همیشه همچون کارا را کردن. وقتی تعصبات دور باشه، خب آقای کیوان شکست نفسی کردن که بردن که هیچ چیز نیست، تفاوتهایی نیست یا اینان، اما شاید یک اندازه تفاوتهایی باشه، حتما وجود داره، شاید در برداشت ها یک اندازه تفاوتهایی هست، یا در متن قرآن کریم یا در کتب آسمانی دیگه یا هر چیز دیگه. معلومات آقای کیوان بسیار زیاد است، مطالعات بسیار زیاد کردن و انسان ها وقت تعصب را بانن بیان با هم دیگر بشینن صحبت کنن، بسا مسائل حل میشه. و تنها برنامه ما و که ما دعوت کردم از آقای کیوان نی، بلکه هر دوست و بیننده عزیزی که این تعصبات را دور بکنن، در هر کجایی که باشن، به هر عقیده که باشن، باید با هم بشینیم و باید صحبت بکنیم و این نظرها رد و بدل شود. در صورت انشالله که یک نتیجه خوبتر انسان ها میتونه بگیره. برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. آقای وسیق سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله برادر گل عزیز. خدا کنه که خوب باشین، صحتتون خوب باشه. سلامت باشین. من از میکنم. لطف کردین، شما از جرمنی گپ میزنین؟ ما سبب از جرمنی هم شما صحبت. بسیار جای خوشی است. خواستم که شما یک سوال داشته باشم. جان بله. شما از یک آقای کیوان که خواهش میکنین. بله. آیا شما امی پروگرامای چند تلویزیون دیگر دیدین که اینا با چه رقم به رسول مبارک، به پیغمبر ما اینا توهین میکنن؟ اینا به چی نامای او را یاد میکنن؟ و مثلا سر یک آیه قرآن یاد بسیار اگه اعتقاد کردن که یک دفعه که یه آیت قرآن به خاطر شد که او آدم جنگ شروع کرده بود. شما چطور یک انسان کمونست ده آتشه که اینا از جمله کمونستا بودن یه دعوت میکنین به یک پروگرام اسلامی که چی یاد بتین مردم شما؟ من نمیفهم که هدف شما از دعوت کردن یک انسان، من میفهم خودشان شاید حالا بشنوا پروگرامتان، اینا به رسول الله صلی الله علیه و سلم توهین میکنن، به قرآن ما توهین میکنن، به دین ما توهین میکنن و شما ایره میخواهیم که بیای کد شما بشینه چی را جواب بده ایره. شما میفهمید که در پروگرام به یک نفری میگه که او قرآن شماست و قرآن ما، لا حول ولا قوة، ای قرآن شما و قرآن ما چی داره؟ قرآن رسول خداوند یک قرآن برای ما روان کرده. من نمیفهم که شما از یک انسان چی میخواین. میفهمین ما با طرقای وسیق یک چیز بگویم جن. اگر شما در پولیتان چند تا عالم دین بشانین و چند تا نفرای درست بشانین، مردم که شما رو میبینه میگه که خود آقای وسیق هم از جمله همه آدم های بدر که شما در پولیتان بشانین، چند وقت بعد شما رو مردم چی میگه؟ ببینید من بسیار تشکر از نظرتان، من لطف کردین، من میفهم که نظرتان رو مکتب سری روش میکنم، اگر گفتنی دیگه ندارین بسیار تشکر بسیار تشکر لطف کردین برادر گل، خدا نگهدارتان باشه. ولی ببینیم که بسیار جالب است برادرای ما، اولی که ما اوتر مطالب نشنیدیم از آقای کیوان تو چیزای، چون من برنامه رو من نمیبینم و شاید که اگر کدام چیزی صحبتای شده باشه برادر ما یاد کردن که توهین اینا، چون آقای کیوان خودش یک کسی است که تحقیق میکنه، ریسرچ میکنه، قرآن مطالعه میکنه، کتاب آسمانی تورات انجیل خواندن مطالعه کردن، اینا کارهایی که کردن مطالعات دارنی که طرز صحبت یک انسان چیگونه است، خب مربوط خودش است. اما گیرم که همونطورم یک چیزی باشه، همونطور یک چیزی هم باشه، اگر انسان دعوت میکنه اگر انسان را که بیا پول بشه، شاید به خاطر این مشکلات برطرف شود، شاید این موانعی است که اونها یک قسم دیگه فکر میکنه، ما یک قسم دیگه فکر میکنم، بتونیم به یک شکل خدا بیشتر به قرآن و به خداوند نزدیک بکنیم. آیا اگر ما امروز یکی دیگر نشینیم، خب اینجاست که مشکل ایجاد میشه. اگر ما امروز یکی دیگر نشینیم و یکی دیگر، در حالی که آقای کیوان هیچ وقت نمیگه که من مسلمان نیستم، خب مسلمان هستن، مسلمان هستن با یک دید دیگه، با یک تفاوت نظر دیگه، با یک اونا اگر کدام مشکل دارن، فرزند کلمات رکیک را قصدن میخواین بر علیه قرآن و پیامبر و اینان یاد بکنن، خب او گناه خودشان میشه، پیش خدا خودشان مسئول است، نه ما و شما، اونا خودشان مسئول است. ولی ما نباید با همه قطع رابطه بکنیم با این که تفاوت نظر وجود داره. شاید امی تفاوت نظرها، اگر گفتم پیشترم یاد کردم که اگر ما تعصبات را دور بکنیم، در تعصبات را دور بندازیم، شاید با هم بشینیم، شاید بتونیم که امی مسائل را ما رفع بکنیم، یکی دیگه خودم متوجه بسازیم که همچون
چیزها از دید یک مسلمان درست نیست. امیر شاید متوجه بسازیم اکی دیگه خود را که این حرکت یا این طور یک جمله یا این طور یک عقیده، یک عقیده است که متن قرآن کریم نمیخوانه و به احترامی به دین و به اسلام و اینا معرفی میشه، شاید اکی دیگر آدم بتانه به خوبی متوجه بسازد. تا ای که اگر ما نام بانیم که کمونست و این و آن، خب در حقیقت با همه را دور کردیم، از یکی دیگه خود دور کردیم. این واقعا نامگذاری ها ما را دور میسازه برادرگان، واقعا نمی یا دور میکنه. ما باید نزدیکتر شویم. اگر یک انسان به هر عقیده کس مربوط خودش است، اما اگر در بحثی میشینن صحبت میکنن، شاید یک سر مشکلاتی که موجود هست او مشکلات حتما اگر کلا برطرف نشه حتما قسمت زیاد شاید برطرف شه. ما دو هفته قبل من برادر ما که از جرمنی لطف کردن زنگ زدن، امیدوارستم که برنامه مرا دیده باشن، با دکتر هوشیدر مطلق که یک متخصص بگویم یک دکتر، خودشون دکتری دارن اما خودشون یک عالم بهایی هستن، بهایی بودن. امروزشان ما ششتم 3 ساعت دوام کرد تقریبا برنامه ما، یا چیزی کم 3 ساعت برنامه دوام کرد. خب اونا از یک آیین دیگه هستن، پیرو یک آیین دیگه هستن. حتی من دعوتشون کردم که بیاین بشین، چقدر دوستا استقبال کردن. یک تعداد مسلمان نظرات تا اندازه منفی هم میدادن، اما یک تعداد مسلمان که خوشنود بودن از این آیه. ما باید با هم دیگر بشینیم، با هم دیگر صحبت بکنیم، تبادل افکار بکنیم. عقیده انسان ها مربوط خود انسان هاست. منتها چیزی که ما برای همه توصیه برادرانه میکنم ایست که در هر دین و آیین یا از هر دین و آیین ما از اهانت به اون دین و آیین یا توهین، کلمات توهین آمیز به اون دین و آیین ما خودداری بکنیم. چرا اگر ما به هر دین یا به هر پیروای هر دین توهین میکنیم، در حقیقت به خود، به دین خود و به پیروای هم دین خود ما توهین کردیم. در اون صورت بسیار کار نادرست است. برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. آقای وسیق من درود میفرستم برادر بزرگوار. خب سلام آقای خراسانی محترم، چطور هستین؟ سرتان خوب؟ دیر وقت باز شما را شد. بله بسیار دیر شد. سخت متاثر بودم که آقای وجاهات عزیز و در پرده تلویزیون ظاهر نمیشد و تلویزیونشان یک مدت زمانی خاموش شده بود. آقای خراسانی محترم، میشه که از شما خواهش کنیم یک چند دقیقه که روی خط بانین؟ چرا میریم با کمرشل، وقت کمرشل با صحبت بکنیم، میشه یک 4-5 دقیقه باشین روی خط؟ درست، فرق نمیکنه، مشکل نداره. خواهش میکنم، بسیار تشکر، من به هولد میگذارم شما. میبونم. تشکر. دوستای گرامی، میریم با یک اعلان تجارتی میریم، دوباره در خدمت شما هستیم. رئیس خان لایو ان کانسرت، شب غزل، قوانین و آهنگ های سینمایی، جمعه 4 اپریل را به خاطر بسپارید. رئیس خان هنرمند محبوب و همراه شارخ تاج و ودی خان شب خاطر انگیز و بهارانه را برای شما تدارک دیدن. محل اجرای کانسرت دابل تری بای هیلتون سان دیگو نیشن ویلی. شروع کانسرت ساعت 7:30 شب. قیمت تیکت های معمولی $25 و VIP $40. برای تهیه تیکت های خود با شماره تلفن های 619-368-8990 با رئیس خان و یا با شماره 858-342-8986 با هارش در تماس شوید. در ضمن رئیس خان با وشال وید کنسرت بی‌نظیری را به تاریخ 12 اپریل در رستوران شریکتی واقعی در شهر لیکفورست دارستانتی به اجرا خواهند گذاشت. قیمت تکت ها $60 شامل کنسرت و غذا می باشد. این دو کنسرت را مچو پیچو تورز
Douglas Stanford و A to Z Auto Repair اسپانسر شدن. اولین باری که دوستام سرشیر صدف رو دیدن سر میز صبحانه پرشین ستایل ما، پرسیدن این چیه؟ یه نوع پنیر یا کره؟ بهشون گفتم خیلی خوشمزه تره. حالا که اونا هم سرشیر صدف رو مزه و تجربه کردن، از سلیقه صبحانه و سرشیر ایرانی خیلی خوششون اومده. و وقتی که سرشیر صدف جفت میشه با مربای به و انجیر یا حلوا و عسل صدف، او چی میشه؟ بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. پر بیاز در شهر لس آنجلس کالیفرنیا و داشتن دیپلم عالی طب دندان از پانتون نیویورک یونیورسیتی. برای زیبایی دندان های شما حاضر به هر نوع خدمت برای هموطنان عزیز است و همچنان برای هموطنان و همزبانان هم تخفیف خاص در نظر گرفتد. برای گرفتن اپوینتمنت دندان با این شماره به تماس شوید: 818-781-0004. Hi, my name is Dr. Baez and our dental clinic is always here to serve you. Thank you. سلام هموطنان و همزبانان عزیز. من دکتر بایاز هستم و کلینیک دندان ما همیشه در خدمت شما عزیزان است. تشکر. نگاه دیجیتال پروڈکشن در مکان جدید در جنوب کالیفرنیا با مدیریت آقای فرید ملکیار که در امور ویدیوگرافی و فوتوگرافی نام سرشناخته در جامعه افغانی دارند، دفتر جدید خود را جهت خدمت به شما عزیزان می گشاید. خدمات نگاه دیجیتال پروڈکشن شامل ویدیوگرافی، فوتوگرافی و تنظیم و تبدیل ویدیوهای خانوادگی، جشنهای عروسی و محافل خوشی شما به DVD و بلوری می باشد. ضمناً خدمات دیگری چون کامپیوتر ریپیرز، دیتا ریکاوری، هاردور ریپیرز و تنظیم و ترمیم سیستم های جادو تیوی را با قیمت های مناسب و سرویس بی سابقه با شما ارائه خواهند کرد. اگر نیاز به خرید آیفونز، آیپدز و وسایل دیگر مربوط به آن را دارید، می توانید آنان را با نازل‌ترین قیمت از نگاه دیجیتال به دست آورید. آدرس جدید دفتر ما 7441 Garden Grove Boulevard, Suite E, Garden Grove, California 92841 می باشد. با ما می توانید نیز با شماره تلفن 949-275-4129 تماس حاصل فرمایید. انگشتری های نفیس حقیقی یمنی با رنگ نقره. آیتم نمبر OR011 طرح شرف الشمس به همراه آیت الکرسی شریف $69.99. آیتم نمبر OR012 طرح شرف الشمس تنها $64.99. آیتم نمبر OR013 طرح شرف الشمس به همراه آیت الکرسی شریف $59.99. آیتم نمبر OR014 طرح پنجتن تنها $55.99. لطفا جهت خریداری با شماره تلفن 310-402-2032 تماس حاصل نمایید. با عرض سلام مجدد خدمت بینندگان گرامی و دوستای برنامه، خوش وقت هستم بازم در خدمت شما عزیز هستم. همونطور که وعده کردیم آقای خراسانی روی خط گذاشتیم، با عرض معذرت دوباره روی خط میریم شان صحبت های ادامه میدیم. آقای خراسانی محترم بفرمایید. عرض ادب و احترام خدمت محترم آقای وسیقی عزیز و دوستان شما که صدای مرا میشنوند، آقای وجواتی عزیز، ما تقریبا یک ماه کمتر یا بیشتر البته به پرده تلویزیون در سایت کمپانی جلویز یا تلویزیون که ما با وقت از تلویزیون شما مشاهده میکنم
شما ظاهر نمیشید این تلویزیون، نمیفهم چرا چی علت انگیزه بود که تلویزیون توقف داشت. میشنمید؟ نه آواز سنو میشنمید ولی خوشبختانه امروز بروز خجسته زن، زنان قهرمان، آن زنانی که شان و شرف جهان بالا بردن، با اونا نه با زنان وطن فروش خواهیم ما بارای شعارم است، با زنانی که قهرمان هستند من دست اونا را میبوسم. از عالمی دوری بالخصوص زنان رنج دیده افغانستان، زنان مظلوم افغانستان، زنانی که فرزندان خود از دست میتن و به شکل بسیار فجیعانه و به شکل بسیار بی‌رحمانه قتل هم میشوند. من این روز ای روز خجسته را برای از اونا تبریک و تهنیت عرض میکنم، برای از اونا خوشبختی ها عرض میکنم که همیشه در دیده از اونا همیشه غم نگر نبینم، همیشه صدای خوشی و خوشبختی را عرض دارم. و به خانم محترم شما آقای وثیق عزیز و خانم محترم آقای حجیبادی عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. تشکر، خواهش میکنم. خدمت را عرض کنم که ما متاسفانه که در جامعه اسلامی مشکلی را در زنی مظلوم داریم که